در همین مورد بیشتر صحبت میکنم با مهمانان من آقایان خلیل احمد نادم، آگاه مسائل سیاسی، و رحمت الله حسن، آگاه روابط بین الملل کردو از طریق خط اسکایپ با ما وصل شدن. مهمانان گرامی، درود بر شما، خوش آمدین به برنامه. آقای نادم، اگر بحث را با شما آغاز بکنیم، شما صحبت های سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله را شنیدین که از نارضایتی جهان از حکومت امارت اسلامی یاد کردند، دیدگاه شما چی است؟ سلام خدمت شما بانو شریفی گرامی، خدمت مهمان برنامه حسن سایه، همکارانتان و بیننده های عزیز تلویزیون طولو نیوز. سپاس. ببینین، باید تعریف شه که جامعه جهانی از افغانستان چی میخواه. جامعه جهانی از افغانستان به اصطلاح نقض حقوق بشر نمیخواه، رعایت حقوق بشر میخواه. گویی عبارت از باز کردن دروازه های مکتبا برای دختره است، باز کردن دروازه پانتونا برای دختره است، حق کار و مشارکت سیاسی و زنها است. یعنی حقوق بشر است که جامعه جهانی میخواه که مطابقت داره با خواستای اکثریت مطلق مردم افغانستان. بنان این خواستا خواستای مشروع است و ایره نمیتونم بگن که این نامشروع است و یا از ما این خواهانی گپا هستن. بنان من فکر کنم که بیتر ایست که آقای خلیفه یا وزیر صاحب داخله یا دیگه رهبرایی که در کابل نشستن این گپا رو مطرح میکنن از قندهار بخواین، از رهبری خود بخواین که اصلاحات بیاید، جلوی بستک شدن مکاتب بگیرد، مکتبا رو باز کنه، حقوق بشر مراعات بکنن، حق برای زن بدن و قوانینی که روان مردم خراب میکنه و قوانین فسخ کنن، قوانینی که زنها رو نمیمانه که به حمام بره، زنها رو نمیمانه که سپورت کنه، زنها رو نمیمانه که به پارک هم رای فامیل بره. این قوانین باید که لغو کنه. تشکر. و چیزی که خداوند امر کرده او کار بکنه. مثلا خداوند میگه کار به عرش بسپار. این آیه قرآن از میشن است که انت امانات الى اهلی ها. شما ببینید که چیزی مولوی است، وزیر است، رئیس است، در ساعات مقرر است که غیر عرفوی، غیر تخصصی است. اینا خود ضد امر خدا عمل میکنن. و اگه اینا بخواهن که زید به مطابق به امر خدا عمل کنن، باید کار به علش بسپارن. و یکی از جمله کارهای امر به معروف اینمی است که کار به علش بسپارن. وزارت امر به معروف باید به این گپا متوجه باشه که کار که به علش نمیسپارن جلو ای رو بگیرن. سپاس گزارتا. از نفر اول امارت تا آخر باید اینا استادگی بکنن و یارا بفهمانن که شما کار بده. ممنونتان. آقای حسن، شما هم خوش آمدین به برنامه. صحبت های آقای نادم را شنیدین، میگن این که میای مقام های امارت اسلامی از نارضایتی جهان یاد میکنن، به جای از او باید خلاهای داخل افغانستان را پر بسازن و توجه بر پرسازی این مسائل صورت بگیره. دیدگاه شما چی است؟ آقای حقانی در صحبت های روز گذشته ایشان نارضایتی جهان را بیجا و بیمورد خوانده. سلام به شما مهمان محترمتان و احمدتان های عزیزم. ببینیم ایمان در طی 3 سال که قدرت در افغانستان به دست گرفته، هیچ کشور دنیا حاضر نشده ایا را به رسمیت بشناسه و هیچ تحولات عمده ای را در منطقه به نفع امارات اسلامی آدم نمیبینه. حتی کشورهای دور و کشورهای نزدیک جرأت از این را نکرده هیچ کس ایا را یک تعامل بسیار درست دیپلماتیک بعضی ها برقرار بکنه. تنها چند کشور محدود تلاش های جدی کردن با ایا رابطه های اصلا درست برپا کنند، هنوز اونجا ها ممانی های بسیار جدی ایجاد شده. آیا همه جهان از امارات اسلامی یک چند چیز محدود هم میخواهد؟ یا مهمان محترم هم تشریف است. بله. شما چطور اجازه نمیتونید که دخترها مکتب برون؟ چطور اجازه نمیتونید خانم ها کار کنند؟ اگر در شریعت اسلامی شما میگین که ما تطبیق قرآن و شریعت در این کشور شعار خود، معیار قانون ما است، اگر در قانون اسلام در این ارتباط کدام وضاحتی است لطفا بفرمایید بگوییم. چرا دروغ میگین مولوی صاحب؟ این خود یک دروغ بعض است. شما برای مردم در چشم مردم خاک میزنید. شما مسلمان هستید، به قرآن و شریعت خدا ایمان دارید. اگر شما ایمانتان واقعا اصلی مسلمانی است، واضح برای این بر مردم بگوییم که اینجا ممانعت وجود دارد، رفتن خانم ها اینجا، کار کردن خانم ها اینجا ممانعت وجود دارد، حقوق بشر در اینجا با قوانین اسلام تضاد دارد.
شما اینا نمیگین ما معطل قرار میدیم، 3 سال معطل قرار میدیم، ملت بیچاره مظلومتان در این شرایط سخت ناگوار اقتصادی، خانم های بیوه و بیچاره کار میکردن، یک لقمه نان برای اولاد اطفال خود می آوردن. وقتی که انسان توسط یوتیوبرها گزارشات را از داخل افغانستان میبینه، جیگر انسان توته توته میشه. یک کشوری با عظمت، با افتخار، تاریخی پر افتخار داره، در این یک شرایط ملت مظلوم بیچاره گدایگر شده، انسان ها از کشور فرار میکنه. مولوی صاحب، شما پیش خدا، پیش قرآن، پیش حضرت محمد آینده جوابدهی هستین، شما باید دقیقا جواب بدین که چی کار را انجام میدین. بله بله آقای حسن، امین موارد را شما و آقای ندیم نادم یاد کردین. فکر میکنین چرا یک چنین قضیه شکل گرفته؟ بالاخره سناریوهای افغانستان چرا لاین حل باقی مانده در حالی که راه روشن است و همه ساز و برگ های امین راه هم که چیده شده و مشکلات از میان برده شده و امارت اسلامی در دست داره و میتونه به آسانی هم حلش بسازه، هنوز اقدام نکرده، بیش از 3 سال از حکومت داریش میشه. فکر میکنین کجای کار واقعا میتونه مشکل داشته باشه؟ یکی تا مولای صاحب ها مثلا دلاوری، عباس تانزای، چندین مولای دیگه با واضی آشکار ذکر میکنه، تمام کسایی که مکتب ممانیت ایجاد میکنه خلاف اسلام است، کار خانم ها را ممانیت میکنه خلاف اسلام است، علوم مدرن، علومی که بر جامعه خدمت میکنه یک فرض است، یک واجب است که ملت باید به پا استاد شود، بدون علم پیشرفت نمیشه. چقدر مولایی تولید میکنیم؟ در مسجد ملاق جای نمیشه، در یک مسجد چند تا مولایی قرار میتونه؟ شما مکات در مدارس ملای ما هم که از شما علوم در پالی علوم دینی علوم مدرن هم یاد میتین، علما در آینده بتونه در جامعه کار بکنن، خدمت بکنن. اگر وا کار نکنن، کلش قاری قرآن شوه، مولوی شوه، کجا کار بکنن؟ از کجا معاش برشان میده؟ کجا امکانات میده؟ یخو مسئله اقتصادی اساس یک جامعه را تشکیل میده. افغانستان یک کشوری دستبین شده، بیچاره شده، مردمش در حال فرار است، جوانان در حال فرار است. مولوی صاحب از خدا بترسین، از قرآن بترسین، یک کم رحم کنین سر مردمتون. مردمتون چقدر فرار میدین؟ مردمتان مظلوم است، خانم ها مظلوم است، بیچاره گدایگر شدن، دستشان دراز در تمام ششتن در این پیش نانبایی ها با کمک شده برای پیش مردم خود. عملا ببینید شما موترهای لانکروزر، اما دزدای کرزه غنی واری در موترهای لخت ششتین حرکت میکنید، هر طرف مردم بیچاره ایتانه هیچ بچشم نمیبینید. خداوند از شما بازخواست میکنه امروز نه فردا، پیش خدا جوابدهی هستین. اگر شما این عمل انجام ند، عمل درست انسانی را با مردم خود انجام ندین، خداوند مجازاتتان میکنه. سپاسگزارتان. آقای نادم، دیگر مسئله آفتابی است، این که جهان چه میطلبه و امارت اسلامی چگونه سیاست گذاری انجام میده و چقدر هم برای خواستهای جهان سر پایین کرده یا حداقل تمکین کرده مشخص است. فکر میکنین دیگر امین راه چقدر میتونه تداوم پیدا بکنه؟ بالاخره خواستها چگونه عملی خواهد شد و راه تعامل باز خواهد شد؟ ببینین من دیروز یک تلویزیون دیدم که یک شخصیت چشته بود اونجا صحبت میکرد، که بچه ما در مکتب است، مولوی صاحب معلم جیولوژی از او است. میگه او از معلم سوال میکنه، میگه معلم میگه من یار یاد ندارم، خودتان یاد بگیرین. شما انال این فاجعه را شما فکر کنین که این فاجعه به کجا میره بالاخره؟ و وزیر داخله میگه که ما ایت، یا لوید رسید میگه که والا این تیارای ما را ازبکستان برده و بونا دادن. خب ما اگه علم نداشته باشیم، ما آیا تیاره ساخته میتونیم علم نباشه؟ ما تفنگ ساخته میتونیم؟ ما میتونیم اقتصاد خود پیش بریم؟ بنان وقتی که شما به علم تکیه نمیکنین و کیفیت علم روز بروز پایین میره، برای اینکه معلمی که متخصص نباشه شاگرد چی درس بده؟ شاگرد چی یاد بگیره؟ در این خود در مراکز ولایت است، در اطراف اصلا معلم وجود نداره که درس بده. من دقیقا من سال در برج دسمبر رفته بودم در بادغیس، معلم نیست، معلم صنف 12 نیست که 12 را درس بده، چی یاد بگیره؟ و غیر از این که شما مدرسه می سازین، اینمه مسجد ها به اندازه کافی ما مسجد داریم، در اون مسجد مردم علوم دینی را بعد از وقت رسمی یاد بگیرن یا زمستان که رخصتی یاد بگیرن، اما بمانین که مکتب یاد بگیرین، چیزی که ما را نجات میده. ما کل ما مسلمان هستیم، متاسفانه به این متوجه نیستن.
و ما خواهش معظمی بزرگایی که انتقاد میکنن در سر امارات و جز امارات هستن، جز رهبری هستن، مثل که پیشتر حسن صاحب گفتن، مثل شراباس تانگزی صاحب، مثل دلاور صاحب، مثل دگرا، اینا انتقاد میکنن. اینا باید که یک جمع بزرگی از اینا برن به قندهار که خیریت خواست. تو در رأس قرار داری رستاخان، جلو علم گرفتی، جلو تاثیر گرفتی، رستاخان بر مردم مشکل روانی ایجاد میکنی. این تلاش ها صورت نگرفته آقای نادم یا نه؟ حرف امین اصلاح طلبان حتی در داخل امارت اسلامی هم فکر میکنین خریدار نداشته باشه؟ گپ سریز، من اون روز یک طالب امرای من برمه تلفون کرد، میگه که من سر از یا انتقادم زیادتر است یا باید که استعفا بدن. باز من میگم نه، به خاطر که چی؟ مثلا امین شیراباس تانگزی کسی بود که تمام مذاکرات با امریکا با کامیابی رساند. این امارت یا این جنبش طالبان از دو سه یا پنج نفری که در گیره و گرفته خونه است، از کل همون گروپی که در همون جی بودن است و خصوصا این کسایی که ملی فکر میکنن، به فکر وطن هستن، به فکر تعامل با مردم هستن، به فکر حاکمیت قانون هستن، به فکر ایجاد قانون اساسی یا ساختن قانون اساسی هستن و تعامل با جهان هستن. یا باید برن این کسایی که نمیخواین که با دنیا تعامل کنن، اینا را از صحنه پس کنن، خودشان کسی را در بین خود انتخاب کنن که در محور این کسا تمام ملت افغانستان جمع شه. ما فکر میکنین این توانایی را داشته باشه حداقل امین چند فرد را که شما یاد کردین از جمله آقای دلاور، شیر محمد عباس استانگزی، این توانایی را داشته باشه که یک مقام دیگر امارت اسلامی را بیای برکنار بکنه و به میل دل خودشان یا چند تن از اعضای امارت اسلامی بیارن فرد دیگر را جاگزینش نصب بکنن؟ اینه من شاید میمان برنامه با هم موافق باشن. اگر مثل شخصیتی مثل شیر عباس استانگزی در رأس قرار بگیره، اولین کسی که بیعت میکنه این ماستم از طریق تلویزیون اعلان میکنه و شاید هم میمان برنامه هم بیعت کنه. برای که کسی که خواستای مردم میخواه، اونا باید این درک بکنن که تمام ملت افغانستان به ایا هستن. ای چند نفر کار کرده میتونن، اگه اینا جرات بکنن و جرات هم میکنن، بالاخره اینا همی که صدا رو بلند میکنن، بالاخره دست به کار باید باشن. و جامعه جهانی هم خوان همی گپ هست. کسایی که میانه رو هستن یا کسایی که اعتدال طلب هستن، کسایی که به اصطلاح اصلاح طلب هستن و اصلاحات میخوان، یا را جامعه جهانی هم میخواه، مردم افغانستان هم میخواه. این چند نفر مدودی که هست، من خبر دارم که استخبارات منطقه در اینجا دست داره، حتی در مقابل بعضی کسایی که اونا بخواهن که اصلاحات به اصطلاح موانع ایجاد میکنن، خصوصا پاکستان، این من دقیق خبر دارم پاکستانی کار میکنه. بنان مردم افغانستان با امی اصلاح طلبای داخل نظام که در عبری هستند و وزارت هستند، باید اینا یک تفاهم پیدا کنن، باید اینا مذاکره کنن، باید به یک نتیجه برسن، بالاخره این موانع را سر روی از اینا پس کنن که افغانستان یک سمت و سو پیدا کنه، افغانستان به طرف تعالی و پیشرفت بره. ممنونتان. بحث ادامه دارد اما پس از رفت و برگشت کوتاه. ادامه نیم روز و بحث را بیننده هستید. آقای حسن، صحبت های آقای نادم را شنیدین، یاد کردن از این که باید فشار آورده شود، اصلاحات ایجاد شود و موارد دیگر. اما اگر گذشته از همین مواردی که چه باید شود و چه باید نشود، فکر میکنین دیگر چقدر میتونم این وضعیت ادامه پیدا بکنه؟ فصلش نرسیده که امارت اسلامی راه های تعامل را پیدا بکنه و اگرم راه تعامل ایجاد ساخته نشه و تمکین نشه، حداقل برای خواست های مشروع مردم و همین گونه کشورهای جهان رای بدیل چی خواهد بود؟ کدام سناریوها میتونه در انتظار باشه؟ ببینید، یک مطلب باید بکنیم. امارت اسلامی قانونی از این میگه که ما شریعت اسلامی و قرآن در جامعه تطبیق میکنیم. بله. یعنی هیچ نوع قانون دیگر بجز از قانون اسلام و شریعت اسلامی مورد قبول از یا نیست. هیچ نوع لوی جرگه، هیچ نوع انتخابات، این چیزا برای از یا قطع جای نداره. میگه فقط ما شریعت اسلامی را تطبیق میکنیم. حالا آمدیم همین شریعت اسلامی را اساس قرار بدم
قرآن و شریعت اسلامی را در جامعه تطبیق بکنن، یک عدالت درستی اسلامی را در جامعه تطبیق بکنن، مشکل حل است. دیگه مشکل نیست. در کجای قرآن ذکر شده که خانم مکتب تحصیل نکنه؟ در کجای ذکر شده که خانم کار نکنه؟ در شریعت، در قرآن نشان بده. بنان که وقتی که نشان نمیدن، این دیگه یک فریبکاری است. این درست نیست. حالا اگر ما بخوایم این جامعه ما، جامعه مرفع انسانی شود، بجز از عدالت، ببینید هر سیستم، هر رژیمی که در دنیا با وجود آمده به خاطر انسان با وجود آمده، بر رفای انسانی با وجود آمده، هر ادیانی که با وجود آمده برای ازی با وجود آمده که انسانها را اذیت بکنن، تحقیر بکنن، توهین بکنن، بعضی با وجود آمده رهنمایی شوند، خدمت کنن، انسان را مادی و معنوی انسان برش شرایط آماده بکنن، زندگی بهتر پیدا کنن. حالا امارات اسلامی با این شیوه، با این رفتاری که داره، جهان همگی با یا متضاد شدن. ببینید در کانگره آمریکا دیروز خانم هرس میگه که امارات اسلامی یک دولت تروریستی است و در سازمان ملل متحد نامه نوشته کرده که این دولت تروریستی را هیچ کس حق نداره به رسمیت بشناسد. یعنی قرار است در امین چهارشنبه یه هفته روان هم سازمان ملل نشست را در پیوند به اوضاع افغانستان تشکیل بده که در اونجا رزوا اتونبای و سیما باهوس و یک تن از جامعه مدنی بیاین صحبت های خودشان را در پیوند به اوضاع افغانستان داشته باشند. دقیقا آن تماما تدابیر و شرایط را آمریکایی ها به سطح جهان و منطقه به همدستی پاکستان آماده کردن که امارات اسلامی را تا هنوز گروپ های تروریست افرادش هم میگفتن خود طالب ها و دولت امارات اسلامی را تروریستی اعلان نکرده بودن. حالا آماده به این میشن که امارات اسلامی را و دولت امارات اسلامی را دولت تروریستی اعلان کنن، به خاطر از اینکه با هیچ کار سازگار ملل متحد، جامعه جهانی یا سازگار نیستن، هیچ نوع همکاری نمی کنن. یکی از کارهای اونش در دنیا خانم ها نه کار نه مکتب، حقوق بشر مراعات نمیشه. این چیزها بسیار چیزهای جزوی آقای حسن فکر میکنین امین بحث بانوان برای جهان واقعا خط سرخ باشه یا نه؟ جهان چیزهای دیگر میطلبه، آنچه امارت اسلامی بارها مطرح کرده. پس پرده میگن که خواستهای کلان شاید وجود داره، اما آنچه که دلسوزی برای یک قشر یا توده مردم را پیش میکشن او میتونه آوایی باشه. دیدگاه شما چی است؟ آیا واقعا بحث بانوان، کار، تحصیل، حضورشان در اجتماع و سیاست میتونه خط سرخ باشه برای جهانیان یا نه؟ ببینید وقتی که مسئله مکتب دختران میشه، کار خانم ها میشه، حقوق بشر میشه، برای جامعه انسانی خود افغانستان بسیار ارزش داره. برای این ضرورت نیست ما در فکر آمریکا باشیم، اروپا باشیم، همسایه باشیم. ما دخترای خود اجازه بدیم تحصیل کنه، خانم ها را اجازه بدیم کار کنن، حقوق انسانی کل را مراعات بکنیم. اگر فرد مهم باشه، در اسلام فرد بسیار مهم است، حقوق یک انسان که مراعات کنی حقوق کل جامعه مراعات میشه. هیچ نوع تعصب، هیچ نوع تنگ نظری باید وجود نداشته. حالا آمدیم که وزیر داخله آقای حقانی در مورد قوای هوایی یک بیانیه داد، ما قوای هوایی بسیار قوی و درست ایجاد میکنیم. ببینید شما وقتی که سرزمینتان، خاکتان، کشورتان، فضای کشورتان در دست تیاره های بی پیلوت پاکستان و آمریکا قرار داره، هر کدامش به نوبه خود، آن پاکستانی هم که تیاره بی پیلوت خود روزانه بالای خاک ما تمرین میکنن، میان عکس برداری میکنن، فیلم برداری میکنن. آمریکا خود تانوز میکرد، حالا پاکستانی هم شروع کرده، پاکستانی هم بعضی نقطه را ضربه میزنند، بعضی کشفیات میکنند، آمادگی های خود اعلان میکنند. بنان تو توانی از این را نداری که از خاک خود، از فضای خاک خود دفاع بکنی. دشمنای داخل میشه، خاک تا کنترل میکنه و اوسون تو اجازه نمیدی اولاد از این مملکت تحصیل بکنه. تحصیل است، علم است که تو میتونی نیروی توانمند را بسازی که تیاره های بی پیلوت آمریکا و پاکستان نتانند داخل خاک شوند. و تو ایسون کل جامعه را سوق میدی و دیگه طرف مکتب بسته میکنی، کل چیز بسته میکنی و همون
مشاغردهایی که باید تحصیل بکنن تو نمیتونن. ببینید ترکیه یک کشور اسلامی است. من براتون بگم امروز ترکیه از آمریکا و از چین کرده را در تولید تیاره های بی پیلوت در جهان اول شدن. ای چی است؟ رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه وقتی که به قدرت میرسد چندین هزار جوان ورزیده و تحصیل کرده ترکیه یک جا جمع میکنه میگه تحقیقات کنید. حتی از کشورهای دیگر هم بیاره در اینجا مراکز تحقیقاتی یک حقوق و معاش خوب میده تحقیقات میکنه. امروز یکی از برجسته ترین دستاوردهای ترکیه تیاره های بی پیلوت است که در سطح جهان از دستاورد بسیار بزرگ حرف میزنن از آمریکا، اسرائیل، از چین کرده پیش کردن. بنا این چی است؟ علم است. اگر او هم میگه مردم برو قاری شو، مولای شو، در مسجد ملای امام شو و این دستاورد نمیتونه. اسلام دین ما، مردم افغانستان با دین اسلام بزرگ شدن، عقیده دارن و یک دستاوردهای دین اسلام همی بود که ما چهار بار ابر قدرت ها را در یک کشور شکست دادیم، ولی در مسائل داخلی خود، در مسائل اقتصادی خود ما ورشکست هستیم، بی اتفاق هستیم، روش نمی کنیم، پیشرفت نمی کنیم، عقبگرد داریم. سپاسگزارم. امارات می خواهد که خدمت بکنه، در این رشته ها تجدید نظر بکنه، مردم خود یک کمی بال و پرش آزاد بکنه. سپاسگزارتان. آقای نادم، شما باز هم صحبت های آقای حسن را شنیدین. برای یک مورد بسیار مهم یاد کردن و اشاره کردن، میگن افغان ها چهار بار ابرقدرت ها را شکست دادن اما در مسائل داخلی عقبگرد دارن. چرا امواره و در طول تاریخ افغانستان امی بوده معادله که عملی شده و بارها تکرار شده؟ خب گپ سر از ایست که افغان ها مبارزه کردن اما متاسفانه که نتیجه مبارزه به دست افراد نااهل افتاده. افرادی افتاده که غیر از به خود فکر کردن، غیر از اینکه به جیب خود فکر کردن، غیر از اینکه به فامیل خود فکر کردن، به فکر ملت نبودن. اگه نه این ملت سلاشور هم استعداد داره، هم وحدت داره، همه چیز داره، ولی متاسفانه این تکدارای قومی در طول تاریخ معامله کردن سر ملت افغانستان. از او واسطه ما نتانستیم در بخش سیاست داخلی و ناکام باشیم. دیگه بنان ما فکر میکنم که آله خو وقتش رسیده، چون جغرافیا در دست طالبان و ضرورت به ای است که افغان ها با یک تعامل با ایدی از طالبایی که اینها پیشتر هم ذکر کردم که مردمایی هستند که اصلاحات میخوان، مردمایی هستند که ترقی میخوان، مردمایی هستند که آزادی میخوان، مردمای هستن که برای اولاد خود و اولاد دیگر را تحصیل میخوان، با یا باید به تفاهم برسن برای که وطن خود نجات بدن. اما پیش از به تفاهم رسیدن و تعامل میان مردم و همین توده از طالبان که شما یاد میکنین، میبینیم که این صحبت های امین چند تن از آدرس امارت اسلامی تا حالا کارایی نداشته، خریدار حتی در داخل امارت اسلامی نداشته، بسا این که در میان بعض از مجالس یاد شده باشه و ایراد شده باشه. خب انعکاساتش در بین مردم است، یعنی ما در بیرون هستیم، در داخل هم ارتباطات ما هست، یعنی مردم افغانستان اینا پشتیبان از یاستن. وقتی که اکثریت قاطع مردم پشتیبان از یاستن، در حقیقت اینا یک قوت بزرگ در پشت خود دارد، یا باید یک قوت شناسایی کنن که یک قوت دارن و نه تنها که مثلا وزیر دفاع، وزیر داخله، ریاست رئیس امنیت دولتی و بعضی موینا و بعضی وزیرا، اینا همه کسایی هستند که نقش کلیدی در مبارزه علیه امریکا داشتن. اینا ایتا مردم های دی نیستن یه اسمو بطار که میکنن این گپو از یاد. اما در بود دیگر آقای نادم، میخوایم یک مورد دیگر را هم یاد بکنم. شما میدانین هر قانون، هر طرح و هر آن چی در جامعه افغانستان قابل اجرا و عملی است، باید از آدرس رهبر امارت اسلامی اعلام شوه یا حداقل اجازهش داده شوه. شما فکر میکنین که اگر توده های هم شکل بگیره، این مقام های امارت اسلامی هم که اصلاح طلب به دیدگاه شما است، توده های مردمی را داشته باشن، کارایی داشته باشه حرفشان یا عملشان؟ شما ببینین که ما بهترین الگو برای ما قرآن عظیم الشان است که کلام خداوند است و روش پیغمبر است. شما ببینید در قرآن عظیم شان آمده بسم الله الرحمن الرحیم، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم.
زمان شما از امیر اطاعت کنین که امیر از خدا و رسول اطاعت کنه، از قرآن اطاعت کنه. شما ببینید که علم فرض است، اینا ضد علم قرار گرفتن. کرامت انسانی رو مراد کردن فرض است. آیه قرآن است که ولقد کرمنا بنی آدم، و اینا یک انسان و انسان ها رو در ملای عام بدون از اینکه 4 تا شاهد باشه محکمه خودشان فیصله میکنه، بدون از اینکه وکیل مدافع داشته باشه، در ملای عام آبرو و عزتش هم میرزانن، کرامت انسانی رو زیر پای میکنن. این ضد کرامت است. دیگه سیومش مثلا میگه که کار به اهلش بسپارین، انت امانات الى اهلیا، کار به اهلش بسپارین که این کار اینا نمیکنن. یعنی سه دلیل موجه است که برای طالبای اصلاح طلب بسیار زمینه مساعد است که اینا انمی با می مسائل مراجع کنن، به قندهار بگن برادر تو ضد امر خدا و رسول عمل میکنی، بنان ما با تو نیستیم. و تو حتی معین وزارت داخله در خصوص یک معین امی گپ زد، گفت کارهایی که شما میکنین ضد امر خداست، بنان ما با شما نیستیم، مبارکتان باد. یعنی شما او را آقای بگمان و آقای عمری و کسی بود. یعنی این ما و شما شنیدیم این گپار میزنن، اما بیتر است که اینمی گپار منسجم بسازن. امی وزیر صاحبا اینایی که با قدرت هستن، حتی وزیر دفاع معاون امیرالمومنین هم است، اینا باید که بخیزن با هم بشیرن جلسه بکنن، بالاخره اینا برن به قندهار ایره بشانن ای آدم که برادر خیریت خواهد که کل رو به گیرو گرفتی و تو مکتبه رو بسته کردی. بله آقای نادم، اگر بحث جمع بکنیم، اگر امین فرضیه که شما مطرح میکنین و رهکار عملی ساخته نشه و امین راهی که امارت اسلامی بیش از 3 سال میشه را طی کرده باز هم ادامهش به تبعاتش چی خواهد بود؟ بالاخره چی خواهد شد؟ ببینید تبعاتی چیست؟ وقتی که مردم میگه وقتی فقر از دروازه دوریشه، ایمان از کلکین فرار میکنه. وقتی که فقر انمال هم فراگیر است در افغانستان و میگن که 19 میلیون تحت خط فقر زندگی میکنن، این مهاجرین هم که در ایران است 5 میلیون اونجا 3 میلیون در پاکستان، این هم سرازیر شه. شما نال فکر کنین، تصور کنین که با افغانستان چی اتفاق میفته و انسان توان گریه اولاد گرسنه خود نداره، هیچ گوه نداره، دست به هر عمل میزنه. وقتی که بانگایتان بسته است، سویف ندارین، تجارتتان بند است از هر نگاه، و به این پولی که از بیرون میای و پم میشه و داخل افغانستان و شما به شکل بسیار مصنوعی پولتان یک رقم محکم گرفته، نرخ ثابت برش داده، مثل یک فنر را که شما محکم فشار دادین بالاخره مانده میشین، فنر فرار میکنه. اینمی حالت وضع افغانستان داره. یعنی افغانستان به یک انبار باروت میمانه، منتظر همیز که همی شم در داده است که شم برسه در بارود انفجار بکنه. به این حالت است. من میگم که اینمی چانس طلایی که در افغانستان آماده، اینمی امنیت فیزیکی که فعلا تامین شده، این امنیت فیزیکی رو برام نذارین. سعیست شما نیم پیکر جامعه رو از تحصیل، از کار، از هم محروم کردین. در حقیقت این امنیت گفته نمیشه یار در امام نمیمانین، در پارک نمیمانین، در فعالیت نمیمانین، در کار نمیمانین. در حقیقت نمیگیم که امنیت فیزیکی هم مکمل تامین است، ولی باز هم میگه جزایر قدرت ختم است، فساد اندازه ختم است، اختطاف کم شده. این می گپایی که آماده، این می جانس طلایی را از برای خدا دست ندن. ایت نشه که یک روز بود با پشت همی هم ارمان کنین که برادر چیکار شد. بنان من میگم که عقل به سرشان بیاید، بالاخره دروازه مکتبه رو واکنه، فشار از سر مردم کم کنه. مردم مسلمان است، مردم افغانستان، هر افغانی که تولد میشه در گوش آزان داده میشه. ما در مساجد 5 وقت در سر قبرا، در نماز جمعه، در نماز عید برای ما امر به معروف نهی عن منکر گفته میشه. این کفایت میکنه. بنان متوجه این حرفا باشند که مردم افغانستان مسلمان است. تشکر. آقای حسن، اگر بحث را با شما هم جمع بکنیم، فکر میکنین که جهان چقدر میتونه امین وضعیت را تحمل بکنه و ادامه بده با امین وضعیت با افغانستان؟ بالاخره شما میدونین که نشست های سازمان ملل همچنان برگزار میشه، شورای امنیت از صحبت های حریص شما یاد کردین و همینگونه انتقاد های دیگر که از گوشه و کنار جهان در قبال سیاست گذاری های امارت اسلامی وجود داره را میدانین. ببینید امارت اسلامی در طی 3 سال هیچ خواسته جامعه جهانی و ملل متحد و همسایه را قبول نکرده. تا هنوز از اهداف خود، از کارهای خود 1 میلیمتر هم عقب نشینی نکردن، و چی که خواسته هایش غیر
درست بوده، درست نبوده. مثلا مکتب دخترها گفتم، کار گفتم، خوبشه گفتم، یاره این خواسته های جامعه جهانی یک میلیمتر عقب نشینه. اگر به می سیستم دوام بیاره، به می سیستم پیش بره، ما و شما پیشروی خود، ما رژیم ظاهرشاه را دیدیم، داود خان را دیدیم، حزب دموکراتیک خلق افغانستان چهار رژیم میشه دیدیم، رژیم استاد ربانی را و مجددی سیبا دیدیم و کرزای و غنی، یعنی این رژیم ها را در تای 50 سال آخر ما کل شدیدیم. این دو رژیم هایی بودن شاخش در آسمان بود، میگفتن زمین زمان باید اطاعت از ما بکنه. چطور سقوط کرد رفت؟ و برتان یک چیز میگم، در سقوط رژیم ها در افغانستان همیش پاکستان نقش محوری اساسی را داشته. کشور پاکستان همیش بر ما دسیسه توطئه میکنند. حالا اگر متوجه شده باشیم، رهبری پاکستان و استخبارات پاکستان و زمامدارای پاکستان همیش برای کشورهای غربی وقتی که می روند میگن افغانستان مرکز تروریست است، تروریسم است، تمام گروپ های تروریستی در دنیا در افغانستان جمع شده، منافع پاکستان، منافع منطقه در خطر است. یعنی به خاطر تروریست نشان دادن کشور افغانستان، پاکستانی ها نقش اساسی را بازی کردند. حالا پاکستانی ها تجدیدی نظر میکنند چطور بتانند با امارات اسلامی اول تبلیغات وسیع را در سطح جهان بکنند، بعد از او عملیات را در برابر از انجام بدهند. بنابراین امارات اسلامی یک وظیفه دارد. وظیفه اولش مسئله خانه است. در خانه خود با مردم خود، با ملت خود مدارا بکنن، خواسته های مشروع ملت خود به جای بیارن. بله. دومین مسئله است که افغانستان یک کشور بسیار فقیر و بیچاره است. تمام توان خود را شب و روز به خاطر رفاه اجتماعی، خدمت به مردم به خرج بدن. و ما از گدام بودن کشور ایران، مال تلفت ایران، تلفت پاکستان، تلفت چین، برای تولید مصارفی که در داخل افغانستان میشه، تاجرهای افغانستان امروز میلیاردها دلار سرمایه افغانستان در دنیا تیت است. اگر امارات اسلامی بخواهد برای رفاه اجتماعی مردم خود کار کنند، شرایط آماده کنند، تاجرهای افغانستان، متخصصین افغانستان بیان در داخل افغانستان کار فعالیت بکنند، وضع اقتصادی افغانستان انکشاف بدن. افغانستان دارای کپاسیتی بسیار بالاست، امکانات بسیار بالاست، میتونه مردم خودش کمش اسیر بکنند. اگر یک رهبری سالم و درست وجود داشته باشد، بدبختانه در این اواخر کارمنده های امارات اسلامی با دزدای کرزی غنی یک جا شدن، رشوت و فساد به اوج خود رساندن. رشوت و فساد تباهی یک کشور، بربادی یک کشور، بربادی رژیم هاست. این مفسدین، این فاسدها وقتی که رشوت میگیرن، مردم اذیت میکنن، بالاخره خواسته باشی نخواسته بس او رژیم نابود میکنن که مثل جمهوریت دیگر رژیم ها رو نابود کرد. سپاسگزارتان. سپاسگزارتان مهمانان گرامی، آقایان رحمت الله حسن، آگاه روابط بین الملل، و خلیل احمد نادم، آگاه مسائل سیاسی، از حضورتان در برنامه و اینکه فرصت گذاشتید.